خداوند یکتا و سلسله گفتمان کاخ بلند خوش آمدین. در این برنامه متمرکز میشیم روی یک پرسش بسیار مهم در میان کاربران شبکه های اجتماعی مربوط به فارسی زبانان افغانستان و ایران همواره مطرح میشه و این دیدگاه این گونه است: شماره از کاربران شبکه های اجتماعی متعلق به ایرانی امروز این گونه فکر میکنند که افغانستان جزء قلمرو ایران بوده و از طرف دیگه واکنش هایی که از طرف فارسی زبان های افغانستان و یا هم شهروندان افغانستان مطرح میشه این گونه است که افغانستان یک کشور مستقل بوده و هیچگاه جزء قلمرو ایران نبوده، اگر بوده هم گاهی هم ایران امروز جزء قلمرو افغانستان بوده. آیا این برداشت ها و این نوی نگاه در مورد ایران و افغانستان و مناسبات تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان امروز درست است یا نادرست؟ در این مورد یک مقدار با تفصیل صحبت میکنیم. شما را دعوت میکنم به ادامه این برنامه. من فکر میکنم که این برداشت که افغانستان جز قلمرو ایران بوده یا افغانستان یک جغرافیای مستقل بوده ناشی میشه از دو روایت به شدت ناقص و این دو روایت رابطه داره به شکلگیری حکومت‌ها در طی دو قرن اخیر که این حکومت‌ها در کابل و تهران در پی ایجاد تاریخ ملی برای خودشان بوده و کوشش کردن اون گرایش تمدن محور جغرافیای وسیع این منطقه را در سطح گرایش مرکزیت قدرت در پیوند به تهران و کابل فروکاست نمایند. از این منظر بوده که ما بیشتر با یک تاریخ ناقص روبرو هستیم. وقتی ما به نظام آموزش و پرورش افغانستان مراجعه میکنیم، در اونجا کسایی که تاریخ میخوانند بیشتر در متن تاریخ این گونه مفاهیم گنجانیده شده که افغانستان یک جغرافیای قهرمانخیز بوده، گاهی این مردم توانایی تسخیر مناطق مختلف را داشته، از جمله اینکه در برهه از تاریخ و ایران تسلط داشته و محمود افغان تانیست ایران را در کنترل بگیره، یا در دوره میرویس خان و فرزندان شاه اشرف افغان ها تانیستن اصفهان را تسخیر بکنن. در عین حال فکر میکنم برداشت های شماره از فرهنگی ها و دوستان ایرانی هم بیشتر ناشی میشه از نوع تاریخ و تاریخ نگاری ملی تهران محور که اونا هم در برداشتهایشان از روی صمیمیت هم گاهی متوجه نمیشن، میگن که افغانستان جزء قلمرو ایران بوده، در حالی که این منطق وقت درست است که ما در برابر یک کشور یا یک سرزمین بیگانه این بحث را مطرح بسازیم. به طور مثال اگر ما بگوییم در یک برهه از تاریخ مصر و حاکمای مصر فرعون ها خراج گذار ایران باستان بودند در دوره اخامنشین ها، یا اگر بگوییم حکومت های یونان جز قلمرو ایران باستان بوده، این حرف درست است، چون اون مناطق از نظر بافت اجتماعی از نظر خاستگاه تمدنی تفاوت های خود را با ایران داره. اما در مورد افغانستان من فکر می کنم این برداشت و روایت درست نیست، چون افغانستان خود ایران بوده و در کنار ایران بوده و در واقع بدنه ایران بوده، مثل ایران امروز ایران بوده. از این منظر نمیشه بگویم که یک جای ایران اصل بوده و یک جای ایران فرع بوده و فلان منطقه جز قلمرو ما بوده. پس به این خاطر اگر این فرضیه را خدای نخواسته ما در مورد یک بحث احتمالی آینده مطرح بسازیم و بگویم که جغرافیای سیستان و خراسان رضوی امروز و بگویم که یک وقت بگویم جز ایران بوده، در صورتی که اینا به خوبی میفهمیم ایران هستن و در واقع بخش ایران هستن و خود ایران هستن. افغانستان امروز هم همین گونه است. وقتی ما از افغانستان امروز صحبت میکنیم، افغانستان امروز در دوره های مختلف و در یک دوره طولانی تاریخی ایران بوده و ما وقتی به تاریخ ایرودوت مراجعه میکنیم در اونجا در میابیم که باختر یا مدنیت باختری که بلخ امروز را و حوزه بلخ را شامل میشه از جغرافی های مهم ایران گذشته بوده. وقتی ما به تاریخ ایران از دیدگاه گریشمن میپردازیم، به خوبی میفهمیم که داریوش بزرگ و سلسله خانوادگی و خاندان اخامنشین ها و پارسی ها به یک روایت
تعلق داشتند به بلخ امروز. پس از این جهت ما نمیتونیم این اوضاع جغرافیایی و تمدنی را تجزیه بکنیم و بگیم فلان منطقه یا فلان جغرافیا جز ما بوده یا ما جز اونا بوده. ما در واقع با هم دیگر بودیم و نمیشه بگیم که اینجا جز قلمرو ما بوده. ما یک جا بودیم و از کابل تا تهران، از بلخ تا نیشابور، از غزنه تا مازندران، تمام این گوشه ها را وقتی مطالعه بکنیم یکسان ایران بوده، نه این که یک بخش جز اون بوده یا این در واقع در تسخیر اون بخش دیگه بوده. این نگاه با از بالا و پایین و یا نگاه استقلال خواهی افراطی ما را به سمت بیراها میکشانه. میم در مورد پرسش دوم. پرسش دوم این گونه مطرح میشه: چگونه انگیزه ها و ذهنیت ها پدید میاد که گویا افغانستان امروز یک قلمرو جدا بوده و ایران امروز یک قلمرو جداگانه بوده؟ بیشتر مورخان و مورخان ملیگرای افغانستان امروز و ایران کنونی که در دوره 100 سال اخیر این مسئله را بازتاب دادن از کجا ناشی میشه؟ پس از فروپاشی شاهنشاهی اخامنشین ها با حمله اسکندر، جغرافیای ایران باستان به حوزه های بیشتر کوچک تجزیه شد. از جمله شکلگیری تمدن باختری در شمال افغانستان امروز که اینا در آموزش یونانی ها و مردمان بومی به وجود آمدند و بعدا کوشانی ها بر این منطقه تسلط پیدا کردند و در امین دوره اشکانی ها از شرق ایران باستان، یعنی از اطراف آموی امروز یا دریای آمو کوچ کردن و رفتن به ایران غربی تسلط پیدا کردن. یک نگاه که باعث میشه که این جغرافیا را به طرف تجزیه بکشانه که مورخان از حکومت میگیره دوره اشکانی ها و کوشانی ها است. کوشانی ها در جغرافیای افغانستان امروز تا شمال پاکستان حکمرانی میکردن و بخشی از آسیای میانه را در کنترل داشتن و اشکانی ها قسمتی از غرب افغانستان امروز را تا ایران امروز و قسمت‌های از آذربایجان و تا شهرهای بخش‌های شهرهای عراق کنونی را در کنترل و در تسلط داشتند. از این جهت باعث میشه که اینا این منطقه را به طرف یک تاریخ در واقع دوگانه سوق بدن. اما در اواخر قرن بیستم آثار و منابعی که بیشتر در افغانستان کشف شد و خوبی نشان میده که شاهان کوشانی حکومتشان را وقت روی دست گرفتن بیشتر به نام حکومت آریایی ها بودن و حکومت آری مشهور بوده و زبانشان هم به این نام مشهور بوده و شما میفهمید که آریانا، ایرانیا، ایران کلمات مشترکی است که از هم دیگر مشتق میشه. ایران در واقع همون مشتق شده یا در واقع اختصار کلمه آریانا است و این ریشه ها مشترک است. از این جهت ما نمیتونیم بگوییم که خب کوشانی ها یک حکومت به نام افغانستان داشتن، چون افغانستان یک پدیده جدید است در دوره مدرن، اما حکومت اونها هم به نام حکومت آریایی ها یا آری بوده و اون سمت حکومت اشکانی ها هم به نام حکومت آریایی یا ایرانی بوده. هر دو حکومت به نام حکومت ایرانی و آریایی بوده. اما در مواجهه بین المللی اون زمان که بیشتر ایران غربی با دنیای غرب سر و کار داشته به نام حکومت پارس ها، پرشین یا پارسی ها مشهور بوده. از این منظر این جغرافیا اگر از نظر اقتدار سیاسی دوگانه بوده در یک دوره تاریخی، دلیل بر این شده نمیتونه که در واقع اردوی این منطقه جزء مدنیت ایرانی نبوده باشد. پس میم در مورد دوره بعدی. دوره بعدی دوره ساسانی ها است که در این دوره همزمان در جغرافیای شرقی افغانستان امروز ابتالی ها یا یفتلی ها حکمرانی میکنند. اما فراموش نکنیم که یفتلی ها در دوره های مختلف در کنار حکومت ساسانی ها استادگی کردند. مثلا در مواجهه طولانی که
حکومت ساسانی ها در برابر رومی ها داشتن. جنگ 700 ساله را ساسانی ها با رومی ها به تجربه رفتن. از این منظر اگر گاهی اختلافاتی هم وجود داشته در میان این دو قدرت سیاسی، اما در یک نگاه مشترک تمدنی یفتلی ها در دوره های مختلف خود را از نظر بافت فرهنگی و ارزشی همسو با ساسانی ها می دیدن. پس به این دیدگاه باید به نتیجه نزدیک بشیم که این نتیجه نباید زمینه یک نگاه ناسیونالیستی را تقویت بکنه که ما بگویم این جغرافیا از ابتدا جغرافیای تجزیه شده بوده. اما ما در دوره های از این زمان در حکومت ساسانی ها شاهد شکلگیری یک جغرافیای وسیع هم بودیم که ما در دوره های پسان به نام امپراتوری ایران شهر مقابل میشیم که افغانستان امروز و بخشای از افغانستان امروز جزء جغرافیای ایران شهر بوده و یک قلمرو بسیار مهم و کلیدی در کانتکست شاهنشاهی ساسانی بوده و خراسان بزرگ هم از این زمان بیشتر مفهومش در ذهنیت های سیاسی و فرهنگی پدید میاد. میریم در قسمت پرسش 30. خب به سوال 3 برنامه وقت مراجعه میکنیم، برمیگردیم به این پرسش که ایران فردوسی یا شاهنامه فردوسی در کجاست؟ چون شما میفهمین که شاهنامه فردوسی ادامه و تداوم کار دقیقی بلخی است، از این منظر ما ایران را در شاهنامه فردوسی که یک وثیقه بسیار مهم هویتی برای ایرانی های امروز و برای فارسی زبان های افغانستان و به تمام شهروندان های افغانستان امروز است، ما را کمک میکنه به این که بدانیم که ایران در کجا موقع داره. اول میفهمیم که شهرهای مهم ایران، همون گونه ای که بلخ است، در واقع بخارا است، کابل است، سیستان است، آبلستان است، غزنه است، غرجستان است، هرات است و اون سمت مازندران است، نیشابور است، پارس است و جاهای مختلف است، تمام اینها یکسان ایران است. ما به نام ایران هست و ایران فر نداریم. و از طرف دیگر در شاهنامه فردوسی با وضوح متوجه میشیم که بلخ امروز در دوره های مختلف مرکز سیاسی و فرهنگی ایران بوده. مثلا در دوره لوراس و گشتاس بلخ مرکز سیاسی و دینی ایرانی ها بوده و ایرانی ها بلخ را مثل به قول فردوسی مثل مکه تازی ها اهمیت قائل بودند. و از طرف دیگر وقتی به رستم مراجعه میکنیم، پهلوان آرمانی فردوسی، میبینیم که در واقع فردوسی بر ما بازگو میکنه که رستم از نظر تبار مادری به شاهان کابل میرسد و جغرافیای زیست رستم هم به زرنگ یا زرنج که امروز افغانستان است، زابلستان که در زابل افغانستان موقع داره تا سیستان که قسمت سیستان امروز در میان افغانستان و ایران در واقع تجزیه شده به اینجا تعلق داره. از این جهت ما نمیتونیم در واقع ارزش های مشترک تاریخی ما را به نام افغانستان امروز و ایران امروز تجزیه بکنیم. پس از این دید ما میبینیم که در شاهنامه فردوسی افغانستان امروز، تاجیکستان امروز و اون طرف ایرانی امروز، حتی تا گوشه های از عراق امروز، در واقع همه اینها بخش های از ایران است و ما به نام ایران این منطقه را میشناسیم. از این دید ما چیزی به نام ایرانی اصلی و ایران فرعی نداریم و نمیتونیم بگیم اینجا جز قلمرو ایران بوده و ایرانی اصل اما ایرانی است که امروز در تهران موقع داره. و این نگاه محلگرایی تبعات ناخوشایند برای دو طرف ما فکر میکنم داره که میشه در قسمت بعدی برنامه در این مورد متمرکز بشه. سوال اخیر برنامه که میتونه نتیجه گیری برنامه رم با خود داشته باشه این گونه مطرح میشه: تداوم این دیدگاه که در محور استقلال خواهی افراطی کابل محور و در واقع نگاه از بالا و پایین تهران محور پدید میاد، برای حوزه تمدنی ما چی بوده میتونه؟ من فکر میکنم در گام اول برای شهروندان ایران و کسایی که فرهنگ ایران را دوست داره و ایران دوست هستن، پیامد
در واقع محلگرایی که ایرانی اصل در تهران بوده و جاهای دیگر جز قلمرو ایران بوده، این است که ایران کوچک میشه. حتی در گام های بعدی ایران بیشتر از این به طرف انگیزه های تجزیه طلبانه و تجزیه خواهی سوق پیدا میکنه. و از طرف دیگر پیامد این که ما بگیم ما در واقع جز ایران نبودیم یا بخش ایران نبودیم یا تعلق به ایران نداره، ما افغانستان بودیم، ما تاجکستان بودیم، ما آذربایجان بودیم، ما جاهای دیگه بودیم، بیشتر به نگاه های قومی و محلی و در سطح قبیله و قوم سقوط بکنیم، این است که ما از منطقه خود تاریخ زدایی میکنیم. به هر پیمانه که ما تاریخ تمدنی خود را از خود دور بکنیم، به مو اندازه گرفتار عصبیت های کور مذهبی و نژادی میشیم. و پیامدش این شرایط امروز است که جغرافیای ما در این منطقه گرفتار افراطیت مذهبی، افراطیت نژادی و نژاد پرستانه شده. اگر ما به یک ارزش کلان، به یک چتر بزرگ بیشتر دست بیندازیم و از نگاه های نژاد پرستانه دوری بجوییم، در یک کانتکست تمدنی شرقی مثل اروپا، مثل جاهای دیگر میتونیم ارزش را خلق بکنیم که در اون ارزش ها امن و دوستی، بشر دوستی، ادبیات و انسان دوستی همه چیز وجود داشته باشد. چنانچه وقتی ما به مولانا مراجعه میکنیم، مولانا به مو اندازه که بلخیز به مو اندازه میتونه کابلی باشه، به مو اندازه میتونه متعلق به نیشابور و تهران باشه. وقتی ما به فردوسی مراجعه میکنیم، فردوسی به مو اندازه که تعلق به توس داره، به مو اندازه که تعلق به ایران امروز داره، به مو اندازه تعلق به دوشنبه داره، به مو اندازه تعلق اویتی به کابل داره، به مو اندازه تعلق به سمرقند و بخارا داره. وقتی ما به صنایع غزنوی مراجعه میکنیم، اما این گونه است. وقتی ما به کوروش کبیر میپردازیم، کوروش کبیر به مو اندازه که تعلق به ایران امروز داره، به مو اندازه تعلق اویتی به افغانستان امروز داره. وقتی ما به محمود غزنوی مراجعه میکنیم، محمود غزنوی به مو اندازه که حاکم غزنی بود و در یک دوره حکمروایی غزنه را در اختیار داشت، به مو اندازه خود را شاه ایران میگفت. و در شاهنامه فردوسی هم از محمود غزنوی به عنوان شاه ایران یاد کرده و خودش هم حاضر بود که خود را شاه ایران بگوید و برش نسب نامه درست کنه. و همین طور وقتی ما به دوره اسلامی و یک دوره بسیار طلایی اسلامی مراجعه میکنیم، شاه اسماعیل سامانی در بخارا به مو اندازه که امروز تعلق به تاجیکای آسیای میانه داره، به مو پیمانه تعلق به فارسی زبانای تهران، نیشابور، کابل، غزنه و جاهای دیگه داره. پس از این منظر ما باید از برداشت ها و روایت های محلگرایانه در موضوع تمدنی پرهیز بکنیم، با یک نگاه تمدنی به ارزش های تمدنی ما مراجعه بکنیم. تشکر از این که این برنامه را دنبال کردید.